سلام اینجا مشکاته و میخوایم راجع به اعزام رپتورها به منطقه خودمون یکم صحبت کنیم و ببینیم اوضاع از چه قراره همزمان با جابجایی های وسیع تجهیزات آمریکایی توی منطقه خبرهای کوتاه و مختصری هم از جابجایی جنگنده های رهگیر نسل پنجم یعنی f 22 a ها منتشر شده این جنگنده ها به استعداد یک اسکادرون از مبده پایگاه هوایی المندور واقع در آلاسکا با پشتیبانی هفت تانکر سوخت KC-46 وارد پایگاه لیکن هیس میشن در انگلستان و بعد از توقف کوتاهی اونا هم راهی خاورمیانه میشن تا در کنار سایر تجهیزات اعزامی به منطقه در منطقه فرماندهی سنتگام حضور پیدا کنند. اگر چه مقصد نهایی اونها هنوز اعلام نشده اما انتظار میره با توجه به وجود فرودگاهی که در قطر هست این جنگنده های نسل پنجم وارد پایگاه الدید قطر بشن این اسکادران تازه وارد بخشی از چتر پدافندی آمریکا برای دفاع از حملات آتی ایران به اسرائیل همینطور پرواز در منطقه آسمان عراق و سوریه و اردن هستند که میتونن نقش بسزایی رو در رهگیری پرتابه های کروز و انتحاری ایران ایفا کنند. با نگاه به تجهیزات هوایی منتقل شده به منطقه و جنگندهایی هایی که در حال حاضر در پایگاه های هوایی مختلف منطقه حضور دارند که حالا در ادامه راجبشون صحبت میکنیم میشه فهمید که آمریکا برای دفاع از اسرائیل و تقابل جدی با ایران و نیروهای نیابتیش در منطقه یه تدارک خیلی ویژه دیده اولین اخبار از جابجایی این تجهیزات نظامی توسط لویداستین داستین وزیر دفاع آمریکا و همینطور سابری ناسین معاون سخنگوی پنتاگون منتشر شد این اخبار نشون میده که آمریکا تهدیدات ایران درباره انتقام و پاسخ مستقیم اسرائیل رو جدی گرفته و حالا در تلاش تا بخش وسیع از تجهیزات آفندی و پدافندی خودش رو راهی منطقه برای دفاع از اسرائیل کنه پنتاگون در روز دوم آگوست اعلام میکنه که آمریکا قصد داره به منظور دفاع از اسرائیل و ایجاد یک چتر پدافندی بخشی از شناورهای خودش رو که شامل ناوشکنهای کلاس آرلی بروک هستند رو از ناوگان پنجم و ششم نیروی دریایی خودش به نزدیکی اسرائیل منتقل کنه تا با استفاده از های پدافندی ضد بالستیک ایجس اگر اشتباه نگفته باشم در برابر حملات موشکی ایران که به وسیله موشک های بالستیک انجام میشه یه حفاظت رو ایجاد کنه و چتر پدافندی برای اسرائیل ایجاد کنه در حال حاضر چهار ناوشکن از این کلاس در دو دسته دو فروندی از ناوگان پنجم و ششم نیروی دریایی آمریکا با قرارگیری در شمال دریایی سرخ و همینطور شرق دریای مدیترانه در نزدیکی اسرائیل قرار گرفتند البته این جابجایی ها صرفا به ناوشکن های آرلیبریک خلاصه نمیشه ناو هواپیمابر تئودور روزولت که مدتی پیش راهی خلیج فارس شده بود از این محدوده دریایی هم خارج شده تا با استقرار در دریای عمان و حرکت به سمت غرب اون در کنار سایر ناوگان دریایی اعتلاف در نزدیکی تنگه بابل و دریای سرخ قرار بگیره این ناو هواپیما بر از دو ناو شکن کلاس آرلی بریک بهره میبره یا بروک بهره می خدای من این چه جوری نوشتیش این دو تا رو آقای نویسنده بهره میبره و با توجه به استانداردهای نیروی دریایی آمریکا برای ناوگروه های ضربتی خودش احتمالا یک کلاس زیردریایی فلوریدا هم در این ناوگروه وجود دارند که به صورت ضربتی تو این منطقه دارن فعالیت میکنن و به این منطقه اعزام شدن این ناو هواپیماور میتونه چیزی حدود 90 فروند هواگرد رو که شامل بالگردها، جنگنده ها و هواپیماهای آواکس ای هستند رو حمل کنه و در حال حاضر در دهانه اقیانوس هند حاضره و به زودی ناو هواپیمابر ابراهیم لینکنشون هم که در حال حاضر در اقیانوس آرامه و در سمت شرق حاضره وارد این منطقه فرماندهی سندکام میشه این جا به جایی ها صرفن به نیروهای شناور و همینطور جنگین های F-22 ختم نمیشه نیروی دریای آمریکا اعلام کرده که یه اسکادران از جنگنده های چند منظوره f ای -E و همینطور f اف -E نیروی دریایی آمریکا رو که در ناو هواپیمابر تودو روزولت مستقر بودن رو به یک پایگاه مشترک در یکی از کشورهای منطقه احتمالا منتقل میکنه و نه اینجا نوشته منتقل شدن یعنی این دیگه خبر هستش از جمله کشورهایی که میتونه محل استقرار این جنگنده ها باشه پایگاه الزفره در امارات الادید در قطر و پایگاه شهید موفق اردن باشه نیروی دریایی آمریکا همینطور توی روزهای گذشته اقدام به بهرهگیری از هواپیماهای آواکس و هشدار زود هنگام ایدو خودش در منطقه کرده که سنتگام با انتشار فیلمی از لحظه سوختگیری هوایی این هواپیمای آواکس اعلام کرده که علاوه بر جنگندهای نیروی دریایی آمریکا در حال حاضر در منطقه که تحت فرماندهی سنتکام هم هستند هواگردهای آواکس این نیرو هم همچنان در حال مأموریت و جمعآوری و شناسایی اطلاعات هستند و در منطقه حاضرند این پرنده به عنوان یه هواپیمای هشدار زود هنگام ضمن شناسایی هواپیماهای مختلف، کشتیها، ها، و سایر پرتابه ها میتونه به عنوان یک واحد فرماندهی برای هدایت جنگنده ها و مدیریت میدان نبرد هم استفاده بشه و برای انجام نظارت هوایی در عملیات های هوایی دریایی و زمینی و کشف و اهداف هم خیلی میتونه موثر باشه و کمک شایانی رو بهشون میکنه در این بین نیروی هوایی آمریکا هم برای منطقه ساک خودش رو بسته و دیگه بچه ها دارن میان کم کم توی اطلاعیه که پنتاگون در تاریخ 2 آگوست منتشر کرده اعلام شده که پنتاگون از نیروی هوایی یک اسکادران اضافه از جنگلنه فعال در نیروی هوایی رو خواسته اگرچه نوع این جنگلنه اعلام نشده اما پیشبینی میشه به زودی دوازه فروند از جنگندهای نیرو هوایی وارد خاورمیانه بشن و در یکی از پایگاه های کشورهای تحت پوشش سنتکام مستقر بشن که همون قطر، امارات یا اردن هستش. البته در وضعیت نرمال هم منطقه همچنان میزبان این جنگنده ها هست و این جنگنده ها عموما جنگنده های F16 هستند که مستقر در اردن هستند و جنگنده های F15 ای -E, استرایک ایگل ها و ای ده های مستقر در قطر و امارات رو هم شامل می که به ضرورت دوره ای از پایگاه های مختلف همینجور میچرخند و دیگه جابجا جا, جا میشن و یا از آمریکا و انگلیس وارد منطقه میشن البته لازم به ذکر که استراک ایگل های نیروی هوایی آمریکا که طی عملیات وعده صادق برای کمک به امر رهگیری موشک ها و کروزهای های ایرانی وارد منطقه شده بودن هم از مبدا پایگاه هوایی آمریکا در انگلیس در قطر مستقر هستند اما حالا با انتشار عکس و فیلم های مختلف از پایگاه لیکن در انگلستان معلوم شده که اسکادران اضافی جنگنده های نیروی هوایی آمریکا که بنا به درخواست پنتاگون قرار بود وارد منطقه تحت فرماندهی سنتکام بشن همون رهگیرهای نسل پنجمی F22 رپتور بودن که احتمالا در طی روزهای آینده به سمت قطر پرواز میکنن تا در العدید مستقر بشن در حال حاضر نیروهای هوایی و دریایی ایالات و متحده با استقرار جنگنده های مختلفی شامل F-18, F-15, F-22 در منطقه حجم زیادی از توان هوایی خودشون رو در خاور میانه مستقر کردند. علاوه بر این جنگنده ها و ناوشکن های نیرو هوایی و دریایی آمریکایی که در منطقه حاضر هستند نیروهای زمینی هم اقدام به تجهیزات زیادی به منطقه کردند در طی روزهای اخیر حجم زیادی از پروازهای ترابری نیروی هوایی ایالات متحده به منطقه توسط هواپیماهای 330 و 13 انجام می شده که بسیار جالب توجهه اگرچه رسما اعلام نشده این هواپیماها چه تجهیزاتی را آوردند و چه تجهیزاتی رو در کشورهای منطقه مستقر کردن اما بر اساس بیانیه پنتاگون و همون قضیه چتر پدافندی و همون چیزی که در تاریخ 8 آگوست بیان کرده پنتاگون وزارت دفاع آمریکا قصد داره تا در کنار استقرار ناوشکن‌های خودش در منطقه بخشی از تجهیزات خودش رو برای دفاع ضد بالستیک در منطقه مستقر کنه. میشه حد زد این پروازها حامل تجهیزات شناسایی و تجهیزات ضد بالستیکی باشن که در کشورهایی که ممکنه در مسیر عبور موشک باشن استفاده بشن مثل عراق، اردن و در نهایت اسرائیل. این تجهیزات علاوه بر رادارهای کشف و رهگیری میتونه شامل سامانهای پدافندی پاتریوت در نسخه ها و پک دو و سه باشه و همینطور سامانه پدافندی تاد باشه که به طور خاص برای رهگیری بالستیک ها طراحی شده نکته مهمی که حتما باید به اون اشاره بشه اینه که علاوه بر تجهیزاتی که توسط نیروهای هوایی و دریایی آمریکا وارد منطقه شده و در پایگاه های نظامی هم مستقر شده سایر کشورها هم اعلام آمادگی کردند تا در اعتلاف آمریکا برای دفاع از حملات ترکیبی بالستیک کروز و پهبادی ایران در برابر اسرائیل از اسرائیل حمایت کنند واقعا میبینید که چه میکنه نظام سلطه به هر حال این کشورهایی که شامل انگلستان و فرانسه هستند و احتمالا بعضی از کشورهای دیگه هم به صورت رسمی و غیر رسمی به این اطلاف میپیوندن دارن تلاش میکنن که از اسرائیل حمایت کنند کشورهای قطر امارات عربستان اردن قبرس هم به عنوان پایگاههای مبد جنگندههای نیرو هوایی انگلیس از جمله کشورهایی هستند که در این اطلاف چه بخوان چه نخوان حضور دارند در حال حاضر اردن یکی از کشورهای مهم در بین کشورهای حاضر در این ائتلاف هستش که حالا پادشاهش اگر بخواد یا اگر نخواد به حال اونجا جایی که یه جورای مکان گستر شده برای آمریکایی ها بر حال اردن علاوه بر اینکه یکی از پایگاه های میزبان جنگنده ها و تجهیزات پدافندی آمریکا در منطقه محسوب میشه به علت قرارگیری در همسایگی اسرائیل یک جورهای لایه اول پدافندی اسرائیل میتونه باشه و در بین اعتلاف موقعیت راهبردی و استراتژیک داره به این دلیل که پرتابهای شلیک شده از مبدع ایران در هر صورت از تمام آسمان یا بخشی از آسمان اردن عبور میکنند به این ترتیب جنگنده های رهگیر اعتلاف میتونن با استفاده از آسمان اردن اقدام به رهگیری و انهدام این پرتابه های کروز یا پهباد کنند. همینطور در صورتی که ایران از موشک بالستیک میان برد و دور برد مثل خانوادی اماد و قدر و سایر موشک های مشابه اون استفاده کنه سر جنگی بعد از جدایش بست محل هدف در فضای آسمان اردن پرواز میکنه و در فاز ورود مجدد به جو سر جنگی موشک های بالستیک ایران در فضای اردن قرار میگیرن که خب این میتونه باعث پدافندشون بشه به این ترتیب سامانه های پدافندی نظیر پاتریوت تاد پیکان فلاخن داوود تلاش میکنن تا در صورتی که در محدوده رهگیری اونها باشه در فاز پایانی یا در مرحله طی مسیر اونها رو در جو منهدم کنند تراکم زیاد جنگندهای رهگیر و چند منظور در خاور میانه نشون میده که ایالات متحده بر اساس های خودش منتظر یه حمله وسیعتری نسبت به عملیات وعده صادق هست و بر همین اساس هم تعداد بالاتری جنگندهای خودش رو وارد این درگیری ها خواهد کرد در این شرایط هم حضور حجم زیادی از توان هوایی کشورهای بیگانه مثل آمریکا نشونه مثبتی برای ایران نیست و در شرایطی که وارد تنش جدی بشیم حجم زیادی از این توان تهاجمی رو میتونه در پایگاه های ایران یک جورهایی خالی کنه و لازمه که ایران در بخش تهاجمی و در بخش تدافعی هم آمادگی لازم رو داشته باشه به این ترتیب در حمله آتی ایران به اسرائیل احت احتمالا انتظار میره که معلفه های تهاجمی ایران رو بالاخره بعد از سالهای زیادی ببینیم و ممنونم که توی این برنامه هم با ما بودید حتما نظراتتون من و نویسنده رو خیلی خوشحال خواهد کرد البته هرچی نظرات سفتر و کوبنده تر باشه ما قطعا بیشتر ناراحت خواهیم شد و اونها رو در نظر خواهیم گرفت پس ممنونم که با ما بودید و خدا نگهدار شما